ممکن من الاتفاقیات المبرمة. همچنان که گفتیم سرنگونی. حرف مردم ایران و رأی آنها سرنگونی رژیم آخوندی است. خلق قهرمان بند از بند رژیم شما خواهند گسست. معذرت و دعم و مشارکت برای حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات درود بر رجوی بل بر خامنه ای. ولی امروز ما همچنان افتخار می کنیم که وقتی گفتیم مرگ بر ارتجا پاش ایستادیم، همچنان که گفتیم به نام یگانه ی هستی. درود بر رجوی بل بر خامنه ای. ولی امروز ما همچنان افتخار میکنیم که وقتی گفتیم مرگ بر ارتجا پاش ایستادیم، همچنان که گفتیم تذکرون درود بر رجوی بل بر خامنه ای. ولی امروز ما همچنان افتخار میکنیم که وقتی گفتیم سرنگونی وقتی گفتیم مرگ بل بر خامنه ای. ولی امروز ما همچنان افتخار میکنیم که وقتی گفتیم مرگ بر ارتجا پاش ایستادیم، همچنان که گفتیم سرنگونی. به نام خدا سلام، من پدرام کریمی هستم و اینجا قراره به نقد و بررسی سریال های تلویزیون بپردازیم. لزومی نداره تلویزیون و تصویر شبکه یک سیما برای لحظاتی هک شد. عصر امروز در میان پخش آنونس برنامه‌ها به مدت 10 ثانیه تصاویری از سرانه منافقین و صوت یکی از سخنرانی‌های آنها روی آنتن شبکه یک دیده شد. مسئولان فنی سازمان صدا و سیما می‌گویند احتمالاً سرور مورد حمله هکری قرار گرفته. بر اساس این گزارش، اتفاقاتی شبیه به این در شبکه قرآن، رادیو پیام و جوان هم رخ داد. طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و درود بر رجوی بل بر خامنه ای. ولی امروز ما همچنان افتخار می کنیم که وقتی گفتیم مرگ بر ارتجا پاش ایستادیم، همچنان که گفتیم به نام یگانه هستی بخش. و تصویر شبکه یک سیما برای لحظاتی هک شد. عصر امروز در میان پخش آنونس برنامه‌ها به مدت 10 ثانیه تصاویری از سرانه منافقین و صوت یکی از سخنرانی‌های آنها روی آنتن شبکه یک دیده شد. مسئولان فنی سازمان صدا و سیما می‌گویند احتمالاً سرور مورد حمله هکری قرار گرفته. بر اساس این گزارش، اتفاقاتی شبیه به این در شبکه قرآن، رادیو پیام و جوان هم رخ داد.
تصویر شبکه یک سیما برای لحظاتی هک شد. عصر امروز در میان پخش آنونس برنامه ها به مدت 10 ثانیه تصاویری از سران منافقین و صوت یکی از سخنرانی های آنها روی آنتن شبکه یک دیده شد. مسئولان فنی سازمان صدا و سیما میگویند احتمالاً سرور مورد حمله هکری قرار گرفته. بر اساس این گزارش اتفاقاتی شبیه به این در شبکه قرآن، رادیو پیام و جوان هم رخ داده. حالا آقای علیدادی معاون فنی سازمان الان تلفنی همراه ما هستند تا توضیحات بیشتر از ایشون بپرسیم. آقای علیدادی خدمت شما سلام میکنم. خدا قوت. خواهش میکنم در خصوص این موضوع توضیحات بیشتری به ما بدید. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان این بخش خبری. خب همکاران ما درگیر کار هستند و دارن بررسی میکنن جزئیات امر رو. بله. با توجه به اینکه به هر حال ایجاد امنیتی برای زیرساخت‌های مد نظر از قبل در نظر گرفته شده بود، به نظر میاد که این اتفاقی که افتاده یک کار ساده‌ای نیست، کار فوق‌العاده پیچیده است که به احتمال خیلی زیاد کسانی که صاحب این تکنولوژی هستن میتونن به هر حال از بک‌دورها و اون امکاناتی که خودشون از قبل روی سیستم‌ها در نظر گرفتن بهره برداری بکنن و بتونن صدمه بزنن به زیرساخت‌ها. همکاران ما دقیقاً دارن بررسی می‌کنن، امیدواریم که در کوتاه‌ترین زمان ممکن بتونیم علت و محدوده مشکل رو بررسی و اعلام بکنیم. طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و درود بر رجوی، فی بر خامنه ای. ولی امروز ما همچنان افتخار می کنیم که وقتی گفتیم مرگ بر ارتجا پاش ایستادیم، همچنان که گفتیم به نام یگانه هستی بخش. سلام، وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران به خیر و نیکی انشاءالله. نزدیک میشیم به ساعت 15 و در ادامه دومین بخش از برنامه‌های امروز رادیو تهران در خدمت شما هستیم با این امید.